سراغ مثال بعدی. گفته توپی به جرم 45 صدم کیلوگرم. زیرش خط بکش ام شما هستش. جرم گفت سری زیرش خط بکش دیگه. این شد ام شما 45 صدم. با تندی V1 مساوی 8 متر بر ثانیه. زیرش خط بکش V1. از نقطه آ میگذرد. این نقطه آ هست، این نقطه B. با تندی V1 رفت، اینجا تندی V2 هست. یه لحظه نو بیخیال. این عدد رو نگاه کن. گفته V1 مساوی 8 ممیز 0. خب چی خوندم من؟ 8 ممیز 0 چی دیدی؟ 8 ممیز 0. اما این عدد چی هست؟ 8 هستش دیگه. نخند، خیلی از دانش آموزا اینو 80 میخونن، اینو 8 هم میخونن، مشکل دارن تو خوندنش. میگن آقای 0 چی هستن؟ چرا ممیز زده؟ چرا 0 گذاشته؟ طرف دنبال 10 میگرده که ضرب کنه این ممیزه حذف بشه. واقعا ما همچین دانش آموزایی داریم. خیلی از دوستای تو هم همچین مشکلی رو دارن. وقتی که اینو میخوان بخونن 8 ممیز 0 میخونن. 8 ممیز 0 این در واقع همون 8 خالی هست. آقا ممیز 0 پس چی میگه؟ دقت کن، ممیز 0 یعنی میگه آقا ما خیلی دقیق حساب کردیم. تا یه رقم اعشار هم واسه حساب کردم که همون دقیقاً همون 8 بود. اینجا فقط طراح سوال میخواد نشون بده که ما خیلی دقیق حساب کردیم. پس حواست باشه. این همون 8 خالی هستش. جرمش بود 45 صدم، V1 بود 8. گفته نیروی مقاومت هوا و نیروی اصطکاک در سطح تماس توپ با زمین، اینجا رو میگه در سطح تماس توپ با زمین 20% انرژی جنبشی توپ تا رسیدن به نقطه B را تلف میکنه. خب شو تا اینجا تندی توپ را در این نقطه به دست آورد. تندی رو تو اینجا ازت خواسته میگم باشه. یه بار اینجا گوش کن، میگه 20% انرژی جنبشی تلف میشه. چی؟ 20% انرژی جنبشی تلف میشه. اینو مفهومش میفهمی؟ وقتی میگه 20% انرژی جنبشی تلف میشه، یعنی اگر اینجا باشه K1، K2 تو چی میشه؟ 20%ش رو از دست داده رسیده اینجا. پس K2 من میشه 0.8 یا 80% K1. یه بار دیگه بهت میگم، اینجا K1 هست، تو طول مسیر 20% خودش رو از دست میده، پرت شد، حذف شد. چقدر واسه اینجا موند؟ 80% موندش واسه اینجا. پس K2 تو میشه چی؟ 80% K1. اینجا برای خود یادداشت کن، K2 شو چی؟ 80% K1. تمام؟ دیگه اطلاعاتم داری. از شما چی رو خواسته؟ V2 رو از شما خواسته. بریم این ور که با هم دیگه حلش کنیم. V1 8 بود و M شما 45 صدم بود. بیاییم ور. بهتون گفته بود K2 مساوی 80% K1 است. خب همین رو بر خود یادداشت کن. K2 80% K1. اینجا نگاه کن چجور نوشتم. 80%، 20%، 30%، 50%. همه رو کسری بنویس تا تو محاسبات به مشکل بر نخوری. کسری بنویسی خیلی راحت تر میتونی حساب کتابت انجام بدی. بریم سراغ جایگذاریش. میگم K2 من بود 1/2 M V2 به توان 2 مساویه 80% ضرب در K1 من بود 1/2 M V1 به توان 2. تمام. بین جایگذاریش رو انجام دادیم. فعلا عددا هم نذاشتم. تو همینجا بیا سادهش کنیم. جرم که دو طرف یکی هست، تغییری نکرده. پس M ها رو از طرفین حذف میکنم. این تا اینجا میگم خب نگاه کن، اینجا 1/2 داره، اینم 1/2 داره. پس بیا 1/2 ها هم با هم دیگه حذف کنم. از طرفین دیگه هم حذف میگم اون 80 این 100 بیا صفراش هم با هم بزنم. میگم خب اینم زدم. میگه این 8 این 10. میگه خب که چی؟ میگه خب هر دو زوج زندگی به ساده ترش کنیم. او راست میگه، هر دو زوج هستن. این شد 4، این شد 5. میگه خب این V1 که تو چند بود؟ V1 8 بود. 8 به توان 2 چقدر میشد؟ میشد 64. بیا تمیز شده شو داشته باشیم. اینجا تمیز شده شو نگاه کن، شدش V2 به توان 2. این ور فقط V2 بودش دیگه. اون ور چی داریم؟ 4/5 ضرب در 64. تمومه دیگه، درسته؟ من الان V2 رو میخوام حساب کنم. اینجا دیگه برمیگرد به قدرت محاسبه خودت. 4 با 5 ساده نمیشه. البته میشه، میشه 8. حالا 8 با 64 بخوام ساده کنم، واقعا جور در نمیاد. یا 64 با 5 نمیتونم ساده کنم. ممیز بهش میخوره، اعشاری میشه. چیکار کنم؟ میگم نگاه کن، تو مگه V2 رو نمیخوای؟ میگم چرا؟ میگه جذر همین میشه دیگه، میشه 4 ضرب در 64 بر روی 5. میگم خب که چی؟ میگم نگاه کن اینجا رو،
جدا جدا هر کدومشون جذر داره. این 4 جذرش رو 2 ضرب داره. این 64 جذرش شد 8. صورتش که کلن هیچی نموند. مخرجش مون چی؟ 5 که شد رادیکال 5. تمام. اینو جدا گرفتم. اینو جدا گرفتم. اینم جدا گرفتم. منتها چون نداشت دیگه همون رادیکال 5 شد. پس جواب شد چی؟ 2 8 تا 16 تا شد 16 بر روی رادیکال 5. تو سوالات تستی هیچ وقت ما همچین جوابی رو تو گزینه ها نداریم. قبلا هم گفته بودم. چیکار باید می‌کردیم؟ گویا کن. چه جوری بود؟ صورت و مخرج رو تو اون چیزی که تو مخرج مشکل ایجاد کرده ضرب و تقسیم می‌کنیم. میگیم باشه. رادیکال 5 با رادیکال 5 میشه چند؟ میشه 5. پس جواب شد 16 پنجم رادیکال 5. این شد جواب شما. به همین سادگی. مفهوم برای ما خیلی مهم است. کادو 80% کایک بود، جایگذاری کردیم، ساده سازی رو انجام دادیم و بعد چی شد؟ ویدیو ما به دست اومد. بریم سراغ مثال بعدی. گفته توپی از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها می شود. ارتفاع 20 متری شد هاش 1، رها می شود وی 1 شد چند صفر. اگر 10% انرژی جسم هنگام پایین آمدن به علت مقاومت هوا تلف شود چی میگه؟ قشنگ گوش کن یه بار دیگه. میگه اگر 10% انرژی جسم هنگام پایین آمدن به علت مقاومت هوا تلف شود، یعنی چی؟ 10%ش تلف بشه. یعنی اگر اینجا باشه E1، این پایین که میرسه 10%ش رو از دست داده. این پایین E2 تو میشه چی؟ 10%ش بره میشه 90% E1. یه بار دیگه گوش کن. بالا اگر باشه E1 تو این طول مسیر 10%ش از دست داده. چقدر میمونه میرسه به این پایین؟ میشه این پایین شما میشه 90% E1. پس در واقع E2 شما این پایین شد چی؟ 90% E1. از اینجا باید بری حلش کن. آقا قبلی چرا گفتی کادو مساویه 80% کایک؟ چون تو سوال قبلی گفته انرژی جنبشیش این اتفاق واسش افتاد. اما اینجا دقت کن، میگه 10% انرژی، منظور از انرژی انرژی مکانیکی و انرژی کلش هست دیگه. پس اینجا بشه E1، اینجا شد چی؟ 90% E1. میگه سرعت جسم هنگام برخورد با زمین چند متر بر ثانیه است. ویدو رو از شما خواسته اطلاعات چی بود؟ هاشکت 20 بود، V1 که 0 بود. ویدو رو از شما خواسته. بیا این ور که با هم دیگه حلش کنیم. شکلش رو دیگه نمیکشن واسهت، چون دیگه یواش یواش یاد بگی بدون شکل هم بتونی حلش کنی دیگه. سوال چی بهت گفته بود؟ گفته بودش E2 مساویه 90% E1. این تا اینجا چیکار کنم؟ خب E1 و E2 رو بگی باز کن دیگه واسه خودت. E2 شد چی؟ K2 به علاوه U2 مساویه 90% K1 به علاوه U1. میگم باش در لحظه دوم که اون پایین بودش، اون پایین چجوری هست؟ ارتفاعی که نداریم رو سطح زمین. پس این U2 من شد 0 چون ارتفاع نداشتیم. از ارتفاع 20 متری هم رها کردش. آها، پس تندی نداشتیم. پس کایک من هم شد 0. ساده کن دیگه. کادو شما شد 1/2 ام وی 2 به توان 2 مساویه 90% یو 1 شما چقدر هست؟ ام جی هاش 1. تمام. ام ها با هم رفتن. دیگه چی کار میتونی انجام بدی؟ میگم خب نگاه کن چی کار کنم؟ این صفرش با این رفت، درسته تا اینجا. این جی تو مگه 10 نبود؟ جی آره دیگه 10 بود دیگه. این 10 هم با این 10 بره. میگم باش اینم با این رفت. هر چیمون دیگه بنویس دیگه، هر چیمون برای خود یادداشت کن. چی دارم اینجا؟ این بر که فقط 1/2 ضرب در وی 2 به توان 2 دارم. این سمت یه 9 دارم، یه هاش 1 دارم. میشه 9 ضرب در هاشک چند بود؟ ارتفاع 20 متری. تمام. میشه تا اینجا. حساب کتابتون انجام بده. میگم 2 9 تا میشه 18 تا. یعنی در واقع 180. الان من اینو بخوام پیدا کنم، ویدو توان دور بگیم مزاحم هست دیگه این 2. بفتش بره اونور. چون تقسیم شده بره اونور میشه چی؟ ضرب. پس ویدو به توان 2 شد چند؟ 180. ضرب در 2 شد 360. الان توان 2 شده 360،
یه جذر اگه ازش بگیرم میشه رادیکال 360 متر بر ثانیه. این شد جواب شما که میشه چی؟ میشه گزینه سوم شما. بریم سراغ مثال بعدی. گفته جسمی به جرم 4 کیلوگرم زیش خط بکشد ام شما. جسمی به جرم 4 کیلوگرم ام شد این. مطابقش آها این شکلی داره بهت میگه. آقا من اگه فنر حذف نشده بود. یه دقیقه بخون ببین چی خواسته ازت. سلی میگه فنر حذف شده بود. بس چه بس اصلا فرمول فنر داخلش نیومده باشه. سریع قضاوت نکن. این مشکل خیلی از دانش آموزای ما هستش. یک مبحثی رو بعدشون میاد تا دیدن این سوال از اون مبحث تمام دیگه روشو نمیخونن. اینجوری هستن خیلی. خیلی عجول هستن. فنر آقا بس بریم سراغ سوال بعدی. این فنر نبود تو سوالات، از کتابا حذف شده تو سیستم جدید. پس آها این طراح سوال اشتباه کرده. قطعاً بعد کنکور طبق جلساتی که کارشناسا میگن این سوال میخواد حذف بشه. نه خیر حذف نمیشه. استاندارد هستش. فنر هست، فنر حذف شده اما هستش. استاندارد این سوال. چرا؟ چون بخون ببین شاید یه چیز دیگه ازت خواسته باشه. قشنگ اینجا دقت کن. جسمی به جرم 4 کیلوگرم میشد ام اش، زیش خط بکش. مطابقش این شکل، این آ هست، 5 متریه، اینجا بی فنر هست، اینجا ارتفاع چقدر؟ 10 متری هستش. از نقطه آ بدون تندی اولیه رها میشود. او اینجا بنویس چی؟ V1 مساوی 0. و در نقطه بی فنری را به طور کامل فشرده میسازد. وی چنده اینجا؟ دقت کن. وقتی که یک فنری رو فشرده میکنیم فعلا دارم نکنه فشرده میشه دیگه، درسته؟ داره فشرده میشه فعلا تندی داره. تا کجا فشرده میشه؟ تا زمانی که دیگه تموم میشه. فنر دیگه فشرده نشه، این ته که دیگه تموم شد، مکس کرده دیگه، تموم شد اونجا. پس وی نداریم. اینجا وی دو من هم میشه چند؟ صفر. اگر در مسیر آبی، دقت کن، اگر در مسیر آبی 20% انرژی اولیه جسم تلف شود. دقت کن 20% تلف شده، پس یعنی E2 شد 80% E1. 20% تلف بشه 80%ش میمونه. حد اکثر انرژی ذخیره شده در فنر چند جول هستش؟ انرژی ذخیره شده در فنر رو از شما خواسته. انرژی ذخیره شده در فنر اطلاعاتش چی هست؟ A شدش 50، B شدش 10، جرمش هم که چنده؟ 4. بیا این مرکه با هم دیگه حلش کنیم. از کجا میخوای شروع کنی به حلش؟ نقطه شروعت کجا هست؟ گفته بودش E2 مساوی چقدر؟ 20% تلف شده دیگه. میشد 80% E1. این بود دیگه نقطه شروع شما، درست. ببین چجوری بود شکل، شکل تقریبا این فرمی بود. اینم سطح زمینه. اینجا نقطه آ بود، نقطه آ هست، ارتفاع بود چقدر؟ 50 بود به نظرم. بله 50 بودش. شد 50 هست. اینجا تو نقطه بی یک فنری هست و فنر رو فشرده کرده. ارتفاع چقدر بود؟ بودش 10 تا. خب بریم سراغ حل. میگیم باش ببین چجوری هست. E2 مساوی 80% E1 هستش. باش E2 من چی هست؟ E2 من شد K2 به علاوه U2. این U2 پتانسیل بود و پتانسیل گرانشی بودش که به واسطه ارتفاع بود. اما یک فنری هم اینجا داریم ما، چون فنرم دارم پس من یه U2 فنر هم باید براش بزنم. مساوی 80%. دقت کن اینجا رو، تو مرحله دوم که بی باشه هر چی وجود داره رو من دارم به عنوان ای می نویسم. تندی بود که زدم کا، ارتفاع بود که زدم U2 گرانشی، یه فنرم داشتم، یه پتانسیل فنرم براش نوشتم من. بریم سراغ یک. تو یک گفتیم 80% E1 چی هست؟ یه دونه تندی بود که میشه K1، یه دونه ارتفاع بود که میشه چی؟ U1. این تا اینجا کار. بریم سراغ ساده کردن. میگم نگاه کن تو نقطه دوم که بی هست تندی نداشتیم، پس K2 شد 0. تو نقطه یک هم باز هم تندی نداشتیم، K1 ما هم شد 0. ایشون هم مجهول شما هستش. بریم سراغ ساده کردن. میگم باش U2 گرانشی چی بود؟ میگفتیم MG2 به علاوه U فنر یا همون U2 فنر مساوی چی هستش؟ 80% چی؟ U1 من چی هست؟
ام جی هاش یک. دقت کن نمیتونم جرم ها رو از طرفین حذف کنم، ام ها از طرفین حذف نمیشن. چرا؟ چون تو همهشون ام نیست، تو یکی ام ندارم. چون داخل یکی ام نیست پس ام ها رو نمیتونم حذفش کنم. میگم باش عدداتو جایگذاری کن. جرم من چقدر بود؟ جرمش گفته 4 کیلوگرم. ام شد 4، جی 10، هاش 2 شما بودش چند؟ 10 بودش. به علاوه یو 2 فنر مساوی چند؟ 80 صدومه. این یکی چی بود؟ ام شما بود 4، جی بود 10 و هاش 1 شما 50. بریم سادهش کنیم ببینیم چه جوری میشه. میگیم اینجا یه 4 هست با 2 تا 0 شد 400. اینجا چی؟ یه 4 5 تا داریم که میشه 20 تا. بعد دیگه چی هست؟ 2 تا 0 هم بذار جلوش. این تا اینجا کار. اینو ساده کن. میگم این با این رفتش. این 10 هم با 2000 شد چقدر؟ شد 200. پس اینم خط بزنم شد چند؟ 200. میگم باشه. 8 تو ضرب در 200 کن میشه 1600. تمیز شده شو بنویسیم. این بعد 400 هست. به علاوه یو دو فنر مساویه اینجا چی هست؟ 8 ضرب در 200 که شد چند؟ 8 ضرب در 200 هم 1600. یو فنر میخوای پیدا کنی چیکار میکنی؟ اینی میفرستی اون سمت. اگر بر اون سمت چی میشه؟ منها میشه. میشه 1600 منهای 400 که یو دو فنر من شد چند؟ 1200 جول. انرژی پتانسیل فنر به دست اومد شد چند؟ 1200 جول. بریم سراغ ادامه که شدش گزینه سوم ما. بریم سراغ ادامه. جسمی از ارتفاع 20 متری سقوط میکند. حواست باشه ارتفاع 20 متری، پس هاشه که شما شد 20، سقوط میکند یعنی اون رها میشود، پس وی یک تم شد چند؟ 0. اگر کاهش انرژی پتانسیل جسم در این مسیر برابر 40 جول، چی میگه؟ کاهش انرژی پتانسیل جسم در این مسیر برابر 40 جول یعنی چی؟ کاهش انرژی پتانسیل گرانشی 40 جول. کاهش انرژی پتانسیلی میگه انرژی پتانسیل 40 جول کم شد. یه بار دیگه، کاهش انرژی پتانسیل 40 جوله، یعنی میگه انرژی پتانسیلشون 40 جول کم شد. انرژی پتانسیل 40 جول کم شد، به صورت نماد فیزیکی بنویس، به صورت هم رابطه بنویس. چه جوری میشه؟ وقتی که میگه انرژی پتانسیل 40 تا کم شد، یعنی دلتا یو شما میشه چند؟ منفی 40. یه بار دیگه میگم، انرژی پتانسیل 40 تا کم شد، پس دلتا یو شد چی؟ منفی 40. اینجا خط بکش میشه منفی دلتا یو مساوی منفی 40. بعد در ادامه گفته و افزایش انرژی جنبشون 24 جول. میگه انرژی جنبشش 24 جول زیاد شد. یعنی چی؟ یعنی دلتا کای شما شد 24، مثبت 24. اینا رو پس یاد باشه. متوسط نیروی مقاومت هوا در مقابل حرکت جسم چند نیوتن است؟ دقت کن متوسط نیرو اف حضرت خواسته، نیروی مقاومت هوا اف سکاک حضرت خواسته دیگه، اینو بهت گفته چقدر شد. پس یه بار دیگه اطلاعاتو یا تو ذهنمون نگه داریم که میخوایم بریم اونجا و بعد بریم سراغ چی؟ حل این سوال. بماند که ما نیرو رو خواستیم. ارتفاع 20 بود، دلتا یو بودش منفی 40، دلتا کا بود 20. بریم اون برای که با هم دیگه حلش کنیم. تمام چیزهایی که داریم براتون حل میکنیم، تمام مثالها، تمام تستها، چه تشریحی چه تستی باشه، همش رو با اطلاعات کتاب درسی داریم حل میکنیم. و عباس دستش که ازت چی خواسته بود؟ نیروی سکاک خواسته بود. دبلیو افکا میشود چی؟ ای دو منهای ای یک. اینو میخوام ساده کنم. میگم باشه چجوری هستش؟ این دبلیو افکا میشود افکا دی کوسینوس تتا دیگه. این شد تا اینجا کار. ای دو منهای یک هم جایگذاری کنیم. پس به جای F نوشتم، به جای دبلیو نوشتم افکا دی کوسینوس تتا. ای دو من چی بود؟ کا دو به علاوه یو دو. منهای ای یک من چی بود؟ کا یک به علاوه یو یک. بیا ببین چه اطلاعاتی بهت داده بودش. مگه بهت نگفته بودش دلتا یو هست منفی 40؟ دلتا یو منفی 40 بود و دلتا کا چی بود؟ مثبت 24 بود. اینجا داشته باش. دلتا یو یعنی چی؟ یعنی یو دو منهای یو یک دیگه. یو دو منهای یو یک، یو دو منهای یو یک همون دلتا کا دیگه.
پس این دوتا جوابش رو چند شد؟ منفی 40. دلتا کا چیه؟ کادو منهای کایک دیگه. کادو منهای کایک. قشنگ جلو چشت بود. کادو منهای کایک هم چنده گفته؟ 24. تموم شد تا اینجا کار. پس این سمت حل شد. این سمت حل شد. متوجه شدین چجوری گفتم؟ سنگین بود واسن. بگم سبکتر بهت بگم. اینو داشته باش. بخوام سبکتر بهت بگم. چجوری میگم نگاه کن. اینو میخوام یه جور دیگه واسه اصلا بنویسم. کادو منهای کایک میشه دلتا کا. به علاوه یودو منهای یو یک هم شد چی؟ دلتا یو دیگه. درسته تا اینجا؟ حل دیگه تمام؟ خب دلتا کا تو چقدر بود؟ 24. دلتا یو تو چقدر بود؟ منفی 40. 24 منهای 40 چند میشه؟ از هم کم کنی میشه منفی 16. جواب این قسمت منفی 16 هستش. بیا اینجا. این تتا برای استکا کمشه 180 بود. 180 کوسینوسش میشه چند؟ منفی 1. این دی ارتفاع تو هستش. چقدر بود؟ گفته 20 متری. تمیز شدهش بیا وسط بنویسم. منفی 20 افکا مساوی منفی 16. حساب کتاب کن ببین چه جوریه. میگم نگاه کن منفی و منفی رفت، تو هم پاشو برو اونور. بره اونور افکای من شد چند؟ 16 بیستم. 16 بیستم میشه ساده کرد فکر کنم. به چی؟ به 4 ساده کن دیگه. به 4 اگر ساده کنم میشه 4 پنجم نیوتن. اگر 4 پنجمی خواسته باشه، کسری خواسته باشه که میشه 4 پنجم. که بله، گزینه اول ما هستش. اما اگر تو گزینه ها اشاری باشه، ما اینو باید به صورت اشاری بنویسیم. 4 پنجم رو میخوام به صورت اشاری بنویسم. این سوال تموم شده ها. گزینه اول شد جواب ما، 4 پنجم شد جواب ما. اما اگر از ما اشاری میخواست، یعنی گزینه هایی که به ما داده بود اشاری بود، این 4 پنجم باید به صورت اشاری بنویسیم. این نکته یاد باشه. هر زمان خواستی یک کسری رو به صورت اشاری بنویسین یاد باشه. مخرج کسرت یا باید 10 بشه یا 100 بشه یا 1000 بشه. دقت کن، مخرج کسر یا 10 یا 100 یا 1000 بشه. چجوری میتونی مخرج رو به 10، 100 یا 1000 تبدیل کنی؟ ساده ترینش کدومه؟ خب این مخرج به 10 تبدیل میشه. چجوری؟ ضرب در 2 کن. مخرج رو ضرب در 2 کن، همون کار رو صورت هم انجام بده. رو صورت انجام دادیم شد چند؟ 8 دهم. که همون 8 دهم هست. این چک نویس بود که مطالب اضافی بهت گفتم. یه بار دیگه میگم، اگر یک کسری رو میخوای به صورت اعشاری بنویسی، مخرج باید یا 10 بشه یا 100 بشه یا 1000 بشه. چجوری میتونه 10 تبدیلش کنی؟ ضرب در 2 کردی تمام شد. که اینجا چون ضرب در 2 شد، بالا هم ضرب در 2 شد، 8 دهم که میشه چند؟ 8 دهم. بریم سراغ مثال بعدی. در شکل زیر این شکلی داره بهت میگه. در شکل زیری شکل نمیدونم چی داره به من میگه. ام شد 2 کیلو، ارتفاع 6، زاویه 37. جرم 2، ارتفاع 6، زاویه 37. از بالاترین نقطه سطح شیبدار بدون تندی اولیه رها می شود. بدون تندی اولیه، پس وی یک این بالا بنویس 0. اگر نیروی اصطکاک جنبشی در طول مسیر 4 نیوتن باشد. چی؟ نیروی اصطکاک گفته، کار نگفته ها. اگر نیروی اصطکاک جنبشی در طول مسیر 4 نیوتن باشد، پس زیرش خط بکش، شد افکای شما. اصطکاک جنبشی افکای شما شد. تندی جسم در لحظه رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد بود؟ میگه این پایین وی دو شما چقدر هست؟ متوجه شدی چجوری شد؟ 6. اینجا وی یک صفر، وی دو رو از شما خواسته، افکای شما هم داده چند؟ 4 نیوتن. بیا این ور که با هم دیگه حلش کنیم. شکل رو براتون بکشم. شکل اینجوری بود. اینجا زاویه بودش 37 درجه. اینجا وضعیت آ بودش، وضعیت بی بود، رها می شود. اینجا وی رو از من خواسته. بماند ارتفاعی که داده بود چند بود؟ 6 متر. دیگه چه اطلاعاتی بهت داده بود؟ افکا رو بهت گفته بود چند؟ 4 نیوتن. افکای شما 4 نیوتن. بله همون 4 بودش. میگم باش. چجوری حساب کنم؟ استکاک داری دیگه؟ آره. استکاک اگر داشته باشیم دبلیو افکای ما میشد
ای دو منهای ای یک. همه رو ساده کن. میگیم باشه. دبلیو اف اکای شما چی بودش؟ میگفتیم اف اکا دی کوسینوس تتا مساویه. ای دو چی بود؟ کادو به علاوه یو دو. منهای ای یک چی بود؟ کایک به علاوه یو یک. میگیم باش. بیا بریم سراغ ساده کردن بیشتر. تو اینجا رها شده. یعنی وی یک نداشتیم. پس کایک نداریم. این کایک شد صفر. اینجا رو سطح زمین هست. پس ارتفاع نداریم. ارتفاع نداریم پس یو دو شد صفر. این تا اینجا. وقتی که یک جسمی داره میاد پایین، جهت حرکت این وریه، خب دی این وریه، اما افکا این وریه دیگه، یعنی زاویه شما 180 هست که کوسینوس 180 منفی 1 هستش. تا اینجا که اوکی هستیم. دی شما اینجا چقدره؟ دی رو میخوای پیدا کنی. دی رو چجور پیدا میکنی؟ اینو نگاه نکنی. 6 متر حاشیه که شما هست، 6 متر حاشیه که هست، شما الان اینو میخوای پیدا کنی. اینو چجور پیدا میکنی؟ خب مثلثات. اگر زاویه 30 درجه بود میگفتیم خب طبق اطلاعاتی که داشتیم ضلع مقابل به زاویه 30 درجه نصف وتر بود. یه بار دیگه، ضلع مقابل به زاویه 30 درجه نصف وتر است، یعنی تو نصف این بودی. این 6 میشه تو میشه 12. اگر 30 درجه بود، اینکه 30 نیست 37، چیکار میکنیم؟ پس باید دیگه به ناچار از مثلثات استفاده کنیم. چه جوری؟ میگم نگاه کن، یک زاویه داریم، مقابل هم داریم وتر خواسته. یه بار دیگه، زاویه هست، مقابل وتر، مقابل و وتر مشخصات کدوم نسبت مثلثاتی بود؟ مقابل و وتر کدوم؟ فکر کن سینوس بودش. پس اینجا چک نویسه تو میگم سینوس 37 مساویه مقابل بر روی وتر. بریم سراغ حلش. سینوس 37 چقدره؟ این همون زاویه غیر استانداردا بودا، 37 و 50 که بهت گفته بودم. میشه چند؟ 6 دهم. میگیم باش. الان دیه من چقدر میشه؟ یه طرف این وسط این کوچولو اگر انجام بدیم میشه 6 تقسیم بر 6 دهم که شو چند؟ 10 متر. پس دیه شما 10 متر است. چک نویس بودا. اینجا چک نویسه. دیگه بریم سراغ جایگذاری ها دیگه. میگیم باش. ببینیم چه جوری جایگذاری کنیم. این کا این بودش چی؟ اف کا اون دی، اون که منفی 1، کا دو من بود 1/2 ام وی دو به توان 2 منهای ام جی هاش 1. عدداتو قرار بده. اف شما بود 4، دی که پیدا کردی شد 10، اینم عدد منفی 1 مساوی 1/2. جرم شما چقدر بود؟ جرمو چند داده بود بهتون بچه‌ها؟ جرمتون 2 کیلو. اونجا رو شک گفته بود، اینجا گفته 2 کیلو. جرمتون هم هست 2. وی دو چقدر هست؟ باید پیدا کنیم. منهای جرم بود 2 جی 10 و حاشیه که شما 6. محاسبهش رو میتونیم انجام بدیم و انجام هم میدیم. خیلی دوست داشتم بندازم گردن خودت اما دلم نیومد، گفتم بذار من حل کنم. الان شما الان استوب کن، خودت حلش کن و بعد ببین جواب من با شما یکی هست یا نه. حتی من درست حل کردم و شما ببین مثلا درست حل کردی یا نه. اینو حساب کتاب کن. 4 و 10 میشه 40 که منفی 40. این 2 با این 2 رفت. اینجا شدش وی 2 به توان 2. اینجا 2 و 6 12 که شد منفی 120. حساب کتاب کن چه جوری هست. منفی 40 مساوی وی 2 به توان 2 منهای 120. منهای 120 بیادش این برای چی میشه؟ مثبت 120 با این 40 میشه 80. 80 مساویه وی 2 به توان 2. چی کار کنیم؟ جذر باید بگیریم. پس وی 2 من شد رادیکال 80. رادیکال 80 فکر نکنم دو گزینه ها باشه. ببینم چیه؟ نه، دو گزینه ها چیزی به اسم رادیکال 80 نیست. رادیکال 80 تفکیکش کنیم که رادیکال سبکتری بشه. چجوری؟ میگم خب 80 رو باید به دو ضرب دو تا عدد بنویسم که یکیش بیاد بیرون. کدوم میشه؟ میگم آها 16 ضرب 5. 16 ضرب 5 میشد 80. 16 میفته بیرون که میشه چند؟ 4 رادیکال 5. تمام. 4 رادیکال 5 شد وی دو ما. 4 رادیکال 5 گزینه اول ما هستش. یه توضیح، اینقدر نوشتیم تقریبا حل کردن من یه چیز حدود 4 دقیقه 5 دقیقه طول کشید.
چرا انقدر طول کشید؟ چون داشتم صحبت میکردم، چون تمام محاسبات ریز به ریز واسه تو نوشتم، چون اینجا چک نویس هم داده واسه تو باز کردم، چون شکلم واسه تو کشیدم. اما شما سر جلسه آزمون‌های تستی مدرسه نه، خیالت راحته، تایم زیاد داری. اما سر آزمون‌های تستی، سر آزمون‌های تستی شما باید یک سرعت عملت رو بری بالا، دومی باید چیکار کنی؟ باید محاسبات یا حجم نوشتت رو کمتر کنی. اینو حتما حواست باشه. شما هر کتاب کمک آموزشی هم نگاه کنی، این سوال و سوالات مشابه رو کمتر از این ننوشته واسه شما، مگر اینکه این قسمت محاسبهش رو واسهتون انجام نمیده و شما فکر میکنی حجمش کم هست. نه خیر، اون آمدن چیکار کردن؟ توضیحات رو واسهتون ننوشتن، شکل رو واسهتون نکشیدن، این قسمت محاسبات رو انجام ندادن، یه راست جواب گفته، ویدو مساوی 4 رادیکال 5. شما اون نگاه میکنی میگه او این چقدر سبک گفته، چقدر کمه. اما یه پیشنهاد، یه بار خودت به همون سوالو از همون کتاب حل کن، ببین آیا با اون اطلاعاتی که اون نوشته، شما وقتی حل میکنی حجم نوشته شما با حجم اون چیزی که کتاب نوشته یکی هست یا نه؟ قطعا اینجوری نیست. شما که حل میکنی در اوایل کال، حجم نوشتت از این هم بیشتر میشه. این روش کاملا تستی هست، در درست تستی هستش. چرا انقدر زیاده؟ چون روش تشریحی نداره، فقط به مفهومش رو بفهمی که بنویسی اینها رو. برای اینها فرمول خاصی وجود نداره، همون رابطه عادی هست، جایگذاری میکنی. اگر بتونی محاسباتش رو درست بنویسی، به جواب درستی هم خواهی رسید. اینا تماما سوالات کنکور هست که دارم برای شما حل میکنم. بریم سراغ مثال بعدی. گفتی جسمی به جرم 2 کیلوگرم زیش خط که شد ام شما را از پایین سطح شیبداری، او سطح شیبدار داره با ما صحبت میکنه که با افق زاویه 30 درجه میسازه. پس اون زاویه سطح شیبدار شما هست چقدر؟ 30 درجه. ظاهرا شکل شما باید بکشید. با تندی اولیه 5 متر بر ثانیه مماس با سطح به طرف بالا پرتاب میکنیم. آها، اینجوری به سمت بالا داره پرتاب میشه، تندی اولیه شده چند؟ 5. پس اطلاعات ما ام شد 2، تندی اولیه 5، زاویه هست 30. میگه پرتاب میکنیم، جسم روی سطح شیبدار به اندازه 2 متر بالا میره. بعد این سمتی روی سطح 2 متر بالا رفتش، سپس به نقطه پرتاب برمیگرده. چی شد؟ رفت بالا و دوباره سر خورد اومد پایین. درست شد تا اینجا کار؟ پس سطح شیبدار رفته بالا، دوباره برگشته اومده پایین. گفته کار نیروی اصطکاک در مسیر رفت و برگشت چند جول است؟ یعنی مجموعش رو گفته. میگه رفته بالا دور زده، برگشته یا سر خورد اومده پایین. میگه رفت و برگشت با هم دیگه حساب کن، به من بگو حالا کل کار نیروی اصطکاک شما چقدر میشه. اطلاعاتش شد امت هست 2، ویکت هست 5، و سطح شیبدارش طولش شده چقدر؟ 2. زاویت هم هست چند؟ زاویت هم 30 درجه. بیاییم بر با هم دیگه حلش کنیم. بهتره که شکل رو بکشیم، این چون سوالاتی که شکل رو خودش به ما نمیده و میخواییم بنویسیم، اینا یک کم سنگین میشه برای ما. اما اگه شکل جلو چشممون باشه، دیگه خیلی کم پیش میاد که ما بخوایم اشتباه انجام بدیم این مسئله رو، یا به حفظ یه قسمتی رو بخوایم جا بندازیم. پس یه سطح شیبدار باید بکشیم که زاویه سطح شیبدارش چقدر هست؟ 30 درجه. میگیم باش یه سطح شیبدار اینجوری که زاویه شده 30 درجه، یک جسمی هست که جرمش بود 2 کیلوگرم، روی سطح شیبدار که زاویه 30 هست پرتاب کردیم بالا با تندی چند؟ با تندی V1 مساوی 5 متر بر ثانیه. این 2 متر میره بالا، یعنی اینجا شو چقدر؟ 2 متر. رفت این بالا، اینجا نقطه 1 بود، این نقطه 2 ما هست. وقتی که رسید این بالا 2 متر، وقتی که رفت دقت کن، 2 متر اومد بالا، منتها 2 متر داره وقتی که ما یه چیزی پرتاب میکنیم روی سطح شیبدار، یواش یواش تندیش کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا اینکه در نهایت دیگه تو یه جایی متوقف میشه و بعد شروع میکنه به سر خوردن. پس اون بالاترین نقطه‌ای که میره، دقت کن، بالاترین نقطه‌ای که میره مکس میکنه، یعنی ویدو ماشو چند؟ 0 میشه، 0، و بعد شروع میکنه به سر خوردن و برگشتن به پایین. از من چی خواسته؟ گفته نگاه کن، این مسیر رفت استکاکشو حساب کن، کارشو مسیر برگشتم حساب کن. میگم باش، یه سوال، مسیر عوض شده،
یعنی جایی که داشت رفت آمد میکرد عوض شده؟ نه، ثابت بود. جسمت عوض شده؟ نه، ثابت بود. پس نگاه کن، همون اصطکاکی رو که تو مسیر رفت داره، همونو تو مسیر برگشت هم داره. یعنی مثلا ما اگر بیایم اصطکاک رو از پایین به بالا رو حساب کنیم، شدش 10 جول، از بالا به پایین هم میشه چند؟ 10 جول. البته 10 که نه، منفی 10. خب پس دقت کن، کار نیرو اصطکاک زمانی که بالا میره با کار نیرو اصطکاک زمانی که پایین میاد دقیقاً با هم دیگه برابر هستش. پس من چی کار میکنم؟ فقط بالا رفتن رو حساب میکنم، یه ضرب در 2 کنم، جوابش به دست میاد. بیا اینجا، کار نیرو اصطکاک شد چی؟ ای 2 منهای ای 1. میگم باشه، سادهش کن، میشه دبلیو اف کا، ای 2 بودش چی؟ کا 2 به علاوه یو 2، منهای ای 1 بود کا 1 به علاوه یو 1. جایگذاری اون رو بعد انجام بدیم، اما قبلش کادوم بالا هست، یعنی ویدو منو بالا شده چند؟ 0. پس کادو من هم شد 0. این یو چی هست؟ ام جی هاش دیگه. هاش شما چقدره؟ هاش شما این هستش، این شد هاش شما. زاویه 30 درجه مقابل خواسته، ضلع مقابل به زاویه 30 درجه چی بود؟ نصف وتر. وتر چقدره؟ 2 متر. پس هاش من شد 1 متر. این پس یاد باشه، هاش شد 1 متر، اون هاش دو من. کایک من دارم، چرا؟ چون وی وقتی که دارم پس کایک هم دارم. اما تو محل اول جسم روی سطح زمین بود، روی سطح زمین ارتفاعی نداره، پس یو یک ما هم شد چی؟ 0. جایگذاریاتو انجام بده. یو 2 چی بودش؟ ام جی هاش 2. منهای کایک چی بود؟ 1/2 ام وی 1 به توان 2. عددها تو جایگذاری کن، ام شما 2 کیلو، جی 10، هاش 2 شما 1، منهای این یکی هم 1/2، ام ما بود 2، وی 1 چقدر بود؟ 5، توان 2 25. حساب کتابتو انجام بده، 2 10 شد 20، 2 با 2 رفت اینجا هم شد چند؟ 25. 20 منهای 25 شد منفی 5 جول. دقت کن، مسیر بالا رفتن اصطکاکش کارش شد چقدر؟ منفی 5. خب برگشتش هم منفی 5 دیگه، تموم شد دیگه، چون مسیر رفت و برگشت اصطکاکاشون با هم برابر هست. پس W افکای کل مسیر یعنی رفت و برگشت شد چقدر؟ شدش منفی 5 رفت به علاوه منفی 5 برگشت، که میشه منفی 10 جول جواب ما، که میشه چی؟ گزینه سوم جواب درست ما بودش. بریم سراغ مثال بعدی. گفتی جسمی به جرم 400 گرم، زیرش خط بکش، این ام شما شو چند؟ 0.4 کیلوگرم. وقتی که بهت میگم زیرش خط بکش، زیرش خط بکش، اینو که دارم میگم که شما تو جزوه زیرش خط بکشین. چرا؟ چون اطلاعات جلو چشت باشه، راحت تر میتونی تصمیم بگیری از کدوم رابطه و به چه طریقی ازش استفاده کنیم. جسمی به جرم 400 گرم، بس امش رو 0.4 کیلوگرم، از نقطه آ، کجا هست آ؟ آ اینجا هستش، آ ارتفاعش هست 20، اومده اینجا B و اینجا C. متوجه چجور شد؟ شکل به من اینجوری داده، به جرم 400 گرم 0.4 از نقطه آ که ارتفاع آن از سطح زمین 20 متر است شد حاشیه که ما، بدون تندی اولیه روی سطح شیبدار و ناصاف شکل مقابل شروع به حرکت میکنه. چی؟ بدون تندی اولیه. پس وی 1 شما شد چند؟ 0. و روی سطح پایی میآید و با تندی 5 متر بر ثانیه از نقطه C اینجا رو میگه واقع بر سطح زمین میگذرد. آها اینجا گفته با تندی 5 داره رد میشه، پس وی 2 شما شد چند؟ 5. هاش 2 تو چنده؟ سطح زمینه، پس هاش 2 تو شد 0. یو 2 هم نداری یا؟ بریم ادامه کن. کار نیروی اتلافی همون دبلیو اف کار میگه، در هنگام لغزش آن از آ تا سی چند جول است؟ از این بالا تا این بالا. گفته کار نیروی اصطکاکش حساب کن. میگم باش، کار نیروی اصطکاک چی بود؟ ای 2 منهای ای 1 دیگه، این 1 این 2. حساب کتاب کن، جاهاشو قرار بده، خیلی راحت جوابش به دست میاد. بیا این مرکه با هم دیگه حلش کنیم. نکن همین رابطه هست که فقط دارم با این حلش میکنم، یعنی این همه سوالات سخت، آسون، مدرسه‌ای و سوالات سخت کنکوری براتون حل کردم، اما همش با همین رابطه کتابتون بود، یعنی هیچ رابطه‌ای خارج از کتاب براتون نیاوردم. هیچ رابطه خارج از کتاب نیاوردم. دوست داری برو جاهای دیگه یا کتاب‌های دیگه، مثال‌ها یا
فرمول های زیادی رو حفظ کن و سر جلسه ببین میتونی ازش استفاده کنی یا نه. بریم سراغ حل این سوال. میگیم خب WFK شد کادو منهای K1. WFK میشدش چی؟ ایدو چی بودش؟ کادو به علاوه U2 منهای E1 بودش چی؟ K1 به علاوه U1. اینجا دقت کن. نقطه 2 نقطه C شما بود چون روی سطح زمین بود پس U نداشتیم. نقطه 1 نقطه آ شما بود چون رها شده تندی نداشتیم پس K هم نداریم. بریم سراغ جایگذاری. کادو شد 1/2 ام وی دو به توان دو منهای یو یک شده شی ام جی هاش یک. جایگذاری تو انجام بده. 1/2 ام من بود 14 وی دو وی سی شما چقدر بود؟ 5 بود. توان دو 25 منهای ام شما 14 زمدر جی 10 و هاش یک شما چقدر بود؟ ارتفاعش چقدر؟ ارتفاعش بود 20 متر. نقطه اول ارتفاعش بود 20. بیا محاسبش رو انجام بده. ببین چه جوری میشه محاسبش. میگم باش. این 2/4 شد 2 که جواب شد 2/10. 2/10 میخوام ضرب در 25 کنم. میگم ممیز اولش کن. 2 ضرب در 25 میشه چند؟ 50. ممیز روش بده. شد 5. پس یه بار دیگه بهت میگم. میخوام 2/10 ضرب در 25 کنم، میگم ممیز و بی خیال، فعلا کاریت نباشه، بگو 2 ضرب در 25 شد 50. آره یه رقم ممیز بهش بده. 50 یه رقم ممیز بندازی بهش میشه چند؟ 5. این یکی چی هست؟ میگم نگاه کن اینجا رو، 4 ممیزش به اون 10 رفت شد 4. 4 ضرب در 20 میشه 80. 5 منهای 80 منفی 75 ژول. این شد جواب شما، منفی 75 جول که میشه گزینه سوم شما. اینا سوالات فوق العاده سنگینی هستن و که انقدر ساده داریم حل میکنیم. فکر نکن سوالات ساده را آوردم براتون. نه خیر. برو حتما کتابا رو نگاه کن، هر کتابی که دوست داشتی. ببین اونا چه جوری حل کردن، ما چه جوری برای شما حل کردیم. ببین کدوم یکی سخت‌تر و کدوم یکی آسان‌تر براتون گفتن. ببین سوالات سخت‌تر از اینا میتونی پیدا کنی، بعد برو اونها حل کن. نمیتونی. سوال سنگینا همینا هستن که برات بریم اون که با هم دیگه مثال بعدی رو حلش کنیم. گفته در شکل مقابل این شکلی داره بهتون میگه. آها این شکل چی هست؟ آها غرغره بود، همون سوال سختا. این شکل غرغره هست. اینجا M2 هست، این M1 هست. M1 من 20 کیلو، M2 چقدر؟ 30 کیلو هستش. این 30، این 20 شدش بس. دستگاه از حال سکون شروع به حرکت میکند. او از حال سکون، پس V1 شد 0. اگر پس از طی مسافت 2 متر، آها 2 متر حرکت کردش، پس حرکت کردن شد 2 متر، تندی دستگاه به 2 متر بر ثانیه برسد. آها وی ما شد چند؟ وی دو ما شد 2 متر بر ثانیه. کار نیروی اصطکاک در این حرکت چند جول هستش؟ کار نیروی اصطکاک از ما خواسته جی رو بهت گفته چند؟ 10 بگیر. M1 بود 20، M2 بود 60. بیا این ور که با هم دیگه حلش کنیم. بذار شکلم براش بکشم. این غرغره اینجا M1 هست که بودش چقدر؟ بود 20 کیلوگرم و این یکی M2 هست که بود چقدر؟ 30 کیلوگرم. این هم هست. چه چیزی به من گفته؟ گفته 2 متر میاد پایین. 2 متر وقتی که بیاد پایین، 2 متر میاد پایین دیگه. 2 متر میاد پایین. اینم 2 متر رفت اینوری دیگه. میگم باش. تندیش هم گفت چقدر میشه؟ تندیش هم به ما گفت چقدر؟ 2 متر بر ثانیه میشه. همونطوری که سوالات قبلی براتون حل کردم، ماشین های غرغره یا ماشین آت بودو براتون حل کردم، گفتم چیزی که الان هست رو بگی حالت اول. چیزی که الان هست رو بگی حالت اول. حالت اول گفت از حال سکون شروع حرکت کرد. او سکون حرکت کرد. بیا اینجا نگاه کن. WFK مگه کادو به علاوه U2 منهای کایه که به علاوه U1 نبود؟ میگم درسته. از حال سکون شروع حرکت کرد، این شد 0. همین حالت تو حالت تعادل بگیر، این هم شد 0. درست شد تا اینجای کار؟ چون حالت مبدع گرفتیم دیگه، این شکل مشکل حالت مبدع گرفتیم، پس U1 من هم شد چی؟ 0. حالا بریم سراغ کادو و U2. میگم باش. ببین چجوری درم سادش میکنم. کادو مربوط میشه به تندی دیگه.
شما وقتی که حرکت میکنید 2 متر میره پایین، اینم 2 متر میره اینوری. در واقع این کل سیستم و کل مجموعه هستش، کل سیستم و کل مجموعه هستش که چیه؟ داره با تندی 2 حرکت میکنه. کل سیستم و کل مجموعه است که با تندی 2 حرکت. این 1 بودش، این یکی چند بود؟ 2 بودش. ام 1 پایین بود که بودش چند؟ 20 کیلو. بله اون یکی هم 30 بودش، یک اونم 2. کل سیستم داره میاد پایین. پس این کادو رو من می‌نویسم 1/2 ام 1 به علاوه ام 2 که داره با تندی 2 داره حرکت میکنه منهای. حالا یود به علاوه یودو چی هست؟ دقت کن، اون ارتفاعی هست دیگه. وقتی که 2 متر این وری میره تغییر ارتفاع که نداره، پس به درد من نمیخوره. اما یکی چی؟ ام 1 من 2 متر داره میاد پایین. ام 1 من 2 متر داره میاد پایین. پس داریم براش میگیم ام 1 جی هاش، منتها این هاش شما شده منفی 2. چرا منفی 2؟ چون 2 متر اومد پایین از حال تعادل. حالا عدد گذاریاتون انجام بده تا به جوابش برسیم. این 10، این 20 بود، این یکی 30 بود. 20 و 30 میشه چند؟ 50 شد. 50 اینجا یه 1/2 داشتم، ضرب در تندی بودش 2، توان 2 میشه 4، به علاوه ام 1 من فقط داره میاد پایین که میشه 20. جی هست 10 و استک و هاشش هم بود منفی 2. انجام دادیم جایگزاریشو، بریم سراغ حل کردن. میگم باش ناکن، این 2 با 4 شد 2، 2 5 تا میشه 10 تا که شد 100. این تا اینجا بریم سراغ این یکی. 2 میشه 4، 2 میشه 4. خب 2 تا 0 هم بذار جلوش منفی 400. حالا اینجا داشته باش، 100 منهای 400 میشه چند؟ منفی 300 جول. تمام. کار نیروی استکاک شد منفی 300. یه بار دیگه توضیح بدم، کار نیروی استکاک ایدو منهای 1 بود، ثابت عادی و همیشگی رو نوشتیم. حالت اولو چون از حال سکون شروع حرکت کرد، کار 1 0 شد. گفتیم حالت اول شکل مشکی رو همینو نگه دار، مبدا بگیر. پس یو 1 هم 0 بود. کادو مربوط به تندی بود، جفتشون حرکت کردن، بس ام 1 به علاوه ام 2 در ویدو به توان 2. این یکی چی؟ تو تکون نخوردی، ارتفاع کم و زیاد نشد بیخیال، اما یکشون ارتفاعش کم شد، بس ام جی هاش دارم، منتها چون 2 متر پایین اومد شد منفی 2. که جوابشو یا عددشو جایگذاری کردم و به جواب رسیدم. بریم